باز هم انتقادهای نهادهای حکومتی از بحر مداخلات بیش از حد پاکستان در امور داخلی افغانستان و نیز حمایت اسلام آباد از فعالیت‌های حراس‌افگارانه گروه‌های مخالف مسلح حکومت. اما واکنش شورای امنیت در پیوند به حمایت از تروریسم پاکستان در خاک افغانستان چی هست؟ دولت افغانستان نه تنها در شورای امنیت سازمان ملل بلکه در تمام فرم‌های دیپلماتیک و سیاسی و امنیتی منطقه و دنیا که تاثیرگذار هستند بر پالیسی ها و برنامه های دولت پاکستان است، عمل کرده دولت پاکستان و از عدم همکاریشان و از حمایتشان از تروریستا شکایات مستند را درج کرده است. از سوی هم باورها هم بر این است که گفتگوهای چهار جانبه سال میان کابل اسلام آباد با پادرمیانی واشنگتن و نیز چین نتوانست گروه های مخالف مسلح دولت را که به باور آگاهان پاکستان به حمایت این گروه ها پرداخته است به میز مذاکره بکشاند. اما پس از این موقف حکومت در برابر پاکستان چگونه خواهد بود؟ ما هیچ وقت بعد از این از طریق فکتور سوم با طالبا وارد مذاکره صلح نمی شویم. اگر ما مذاکره می کنیم، مذاکره را از طریق چینل های مستقیم دولت افغانستان براه مندازیم. از این لحاظ نظریات و پیشنهادات که همیشه از طرف آقای سرتاج عزیز مطرح شده در این بحث اصلا مورد نظر نیست. با این حال سخن از درج شکایت حکومت و سازمان ملل در حال مطرح می شود که درست قبل نیروهای پاکستانی دست به ایجاد تأسیسات در خط دیورن زده اند که این اقدام آنان منجر به درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی شد. اما حالا دیده شود که سازمان ملل چقدر به شکایت حکومت افغانستان نسبت به قطع حمایت پاکستان از تروریسم بین‌المللی توجه جدی خواهد کرد.